نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 17 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست علمی فرمودند: اسلام به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله شریعت سمحه سهل است. یکی از آموزه های دین اسلام که در آیات قرآنی هم به آن اشاره شده است، قاعده تساهل و تسامح است و اسلام خود را شریعت سمحه و سهله خوانده است. پیامبر اکرم در ابتدای بعثت فرمودند: خدا من را بر شریعت و دینی مبعوث کرده است که با سماحت و گذشت و آسان است. معظم الله در ادامه فرمودند: تساهل از ریشه سهل به معنای آسانگیری و عملی است که در آن شدت و تنگی نیست و تسامح و سماحت هم از ریشه سمح به معنای آسان گرفتن همراه با جود و سخاوت و بخشش است. و اگرچه جود و سخاوت هم به معنای بخشش و بخشندگی است، اما معنای سماحت فراتر از گذشته است. ایشان با اشاره به فرازی از خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام در مجلس یزید فرمودند: تساهل و تسامح بیش از آن که یک امر دینی و یا اخلاقی باشد، یک مقوله انسانی است. اینکه انسان در زندگی با زیردستان خود از جمله همسر و فرزندان با گذشت و آسانی رفتار نماید و در برابر خطاها و مخالفت‌های آنان با خشم و خشونت برخورد نکرده و آنها را عقوبت و مجازات ننماید. و این ویژگی در رفتار معصومین علیهم السلام همان گونه که امام سجاد علیه السلام در خطبه خود در مجلس یزید در مسجد شام بر آن تأکید داشتند وجود داشته است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اما معنی سماح حضرت سجاد صلوات الله علیه در شام فرمودن خدا به ما اهل بیت سماحت داده. سماحت روایت داره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اول بعثت فرمودن که اتیتکم به شریعت سمحت سهله. سماحت یعنی با گذشت، با آسونی. سماحت یعنی این، یعنی کسی نوکرش اگه مخالفت کرد عقوبتش میکنه، دعواش میکنه، گذشت ازش میکنه. آدم سمحه. سماحت که تو اول چیزا برای بزرگان مینویسن یعنی بعضی ها مینویسن صاحب السماحه، یعنی آدم سمح تو هستی. یکی از مستحبات در زندگی انسان با زنش، با شوهرش، با بچهش، با رفقاش سماحته. که حضرت سجاد فرمودن صلوات الله علیه خدا به ما اهل بیت سماحت داده، یعنی گذشت، یه خورده از گذشت فراتر. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: رعایت مواردی که در تعقیبات نماز و تسبیحات حضرت زهرا لازم است، برخی از احکام مربوط به تکبیرت الاحرام، معنای عارفاً به حقه در رابطه با امام حسین علیه السلام در برخی از ادعیه و روایات، برخی از احکام غسل و تشییع و نماز میت، چگونگی اثبات هلال شرعی، حکم حضور زنان در نمازهای جماعت و جمعه و تشییع اموات و دلیل نهی از ازدواج با برخی از زنها از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان
کوچه 6 رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاحصد فرکانس 120.73 بیننده این نشست علمی باشید.